سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. نوید افکاری در یکی از فایل‌های صوتی که از خود به جا گذاشته خطاب به مخاطبان گفته بود صدای مرا وقتی میشنوید که یا در انفرادی هستم یا به زیرزمین منتقل شدم. درود به مردم شریف ایران. الان که دارید صدای منو میشنوید احتمالاً دسترسی منو به تلفن و ملاقات قطع کردن و من یا تو انفرادی ام یا تو زیرزمین زندان. صدای نوید را شنیدید. منظور او از زیرزمین، زیرزمین زندان عادل‌آباد است، جایی که حکم اعدام و قصاص محکومان را در آن اجرا می‌کنند. ایران اینترنشنال به توضیحات یک زندانی حکمباز محکوم در عادل‌آباد دست یافته که فضای زیرزمین این زندان و نحوه اجرای حکم اعدام را توصیف می‌کند. حرف‌های این زندانی ممکن است برای برخی از مخاطبان ناراحت کننده باشد. ما به خاطر امنیت او گفته‌هایش را بازخوانی کرده‌ایم. زیرزمین زندان مرکزی شیراز، همون عادل‌آباد، در ورودی اصلی که از داخل کوچه باز میشه و میای داخل یک در برقی است. از در برقی اول که بگذری و از در برقی دوم که وارد میشی سمت چپ 200 متر بری جلوتر سر نبش سمت راست چوبه دار معلوم و مشخصه. یک پیچ شیبدار میخوره و به صورت نیم دایره یکم میاد پایین. بعد وارد زیرزمین که میشی اول 4 تا پله داره. بعد 10 تا پله تیز و یک نیم دایره کوچک میخوره و بعدش 5 تا پله دیگه داره. معمولا زندانی هایی رو که توی بند دعوا میکنن، دعواهای فجیع میکنن یا شورش میکنن میبرن زیرزمین. اینا وقتی میخوان وارد زیرزمین بشن اولش توی ورودی نیم ساعت کتک داره. یعنی اول نیم ساعت کتک میخورن بعد وارد زیرزمین میشن. همانطور که شنیدید این زندانی از ضرب و شتم زندانیان هنگام ورود آنان به زیرزمین خبر می‌دهد. همزمان یکی از شاهدان عینی که هنگام خاکسپاری نوید افکاری حضور داشته از وضعیت جسمی پیکر او در هنگام خاکسپاری می‌گوید. صدای این شاهد عینی برای حفظ هویتش بازخوانی شده است. شبی که خواستن نویدو ببرن خاک بکنن فضای اونجا بسیار امنیتی بود و وضعیت جوری بود که فقط خانواده تونسته بودن برسن به اون قسمت و یه چند نفر دیگه ای که همین جوری مطلع شده بودن. موقعی که خواستن نویدو دفن بکنن صورتش مشخص میشه و آثار ضرب و جرح روی صورتش مشخص بود که دماغش شکسته، ولی اجازه ندادن که باقی اعضای بدنش رو کسی ببینه و ما نمیدونیم که شرایط جسمی نوید به چه صورتی بوده. منبع ایران اینترنشنال در زندان عادل‌آباد گفته است که فردی به نام خادم الحسینی که رئیس نیروهای گارد عادل‌آباد است به همراه شماری سرباز هنگام انتقال نوید به زیرزمین او را کتک زدند. توضیحات بیشتر این زندانی از زیرزمین عادل‌آباد را بشنوید. معمولاً 4 تا 5 تا کارمند هستن که کتک میزنن یا دستور از طرف سویت قضایی هم میتونه باشه. سویت قضایی مواقعی که مثلا یک پرونده توی حالت بازپرسیه و از آگاهی، پلاک صد، سپاه یا زندان دیگه میاد اونجا و اجازه دسترسی به تلفن نداره. برای اجرای حکم هم تا قبل از سال 90 به این شکل بود که به طرف میگفتن فردا اجرای حکم داری و میای میبریمت. چوبه دار هم همونجا بالای زیرزمینه. زیرزمین هم طوریه که اگه از سویت قضایی اومده باشی یا شورشی توی زندان شده باشه اول که واردش میشی لخت مادرزادت میکنن و بعد یک دست لباس مغز پسته‌ای بهت میدن بپوشی. بعد واردش که میشی 7 تا سلول داره. 1، 2، 3 سمت راست، 4، 5، 6، 7 روبروشه. توی هر سلولی هم یه دوربین هست بالای سرت که از طریق 3 تا کارمندهای اونجا کنترل میشی. کارمندهای اونجا 24 ساعت شیفت هستن، 48 ساعت میرن. اینها از این جوراب ها رو سرشونه که فقط 2 تا چشم ها و دهنشون معلومه. توی اونجا حتی دمپایی هم پاد نیست. حالت قفس داره. 2 طرف توری هست. بغل دستیت رو نمیتونی ببینی. جلوت هم که توری کشیده شده. دستبند و پابند هم توی سلول هست. ته این سلول که حدود 2 متر در 3 متره دستشویی سمت چپه و سمت راست دوش حمام. با پای برهنه باید بری دستشویی. حالا اگه نماز میخونی هم با همون پاهای برهنه که اونجا رفتی باید نمازت رو بخونی. فقط یه موکت داری. حتی پتو هم بهت نمیدن. دستشویی هم ایرانیه. یک نفر تعریف کرده بود که قرآن بهش بدن بخونه. گفتن ممنوعه. گفته بود کلام خدا هم اینجا ممنوعه. گفتن بله ممنوعه. دوربینی هم که توی هر سلول هست مدام توسط اون کارمندی که نشسته توی اون اتاق چک میشی. ثانیه به ثانیه چک میشی. کوچکترین حرکت اضافه‌ای بکنی این کارمند میاد بالا سرت.
غذا رو هم توی ظرف یک بار مصرف از زیر در کشویی میذاره توی سلولت و میره. معمولاً وقتی میری زیر زمین برگت رو برای 21 روز میزنن. یعنی حداقل باید بری برای 21 روز اونجا باشی. اگه خیلی اذیت کرده باشی غیر از دستبند یکی هم میزنن به بازوهات، به بالای آرنج. اگه بخوای این وضعیت رو تصور بکنی خیلی سخته که پابند داشته باشی، دستبند هم به دستت و یک دستبند دیگه هم به آرنجت بسته باشه. این زیرزمینی که میگم تا 9 فروردین همین امسال سال 99 تعطیل بود و ازش استفاده نمی‌کردن و کسی رو نمی‌بردن توش. دلیلش رو نمی‌دونم ولی دوباره بازش کردن. اما نحوه انتقال به زیرزمین عادل‌آباد چگونه است و زندانی عموماً در چه فضایی اعدام می‌شود؟ درباره جایی که برای اعدام می‌برن، قبلاً زندانی‌ها خودزنی می‌کردن که برای خودشون وقت بخرن. برای همین جدیداً بعد از آماری که ساعت 7 شب گرفته میشه، گارد و حفاظت نامحسوس میان داخل بند، دستبند و چشمبند میزنن و میبرن زیر زمین. صبح هم حدود 3 تا 4 و ربع توی کابین ملاقاتی دارن. قبلاً که من توی جهادی بودم، میآوردن دم افسر نگهبانی خروجی، یعنی همون جایی که برای ورود انگوشنگاری میشی و بعد هم برای آزادی انگوشنگاری میشی. اونجا یک اتاق هم هست که سربازها ردیف وای میسن وسط، زندانی این طرف سرباز، خانوادهش هم اون طرف. من این صحنه رو زیاد میدیدم ولی یک صحنه رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. دختر 9 ساله رو با لباس مدرسه آورده بودن. اون طرف وایستده بود و باباشو میدید که این طرف میخوان اعدامش کنن. حتی نگذاشتم دخترشو بغل بکنه. بعد هم زندانی که میره ملاقات آخر دیگه با پای خودش که نمیتونه بره پای چوبه دار، به زور زیر بغلشو میگیرن و میبرنش. الان دیگه ملاقات کابینی شده. از ساعت 3 نصف شب میبرن و 45 دقیقه با خانواده بهت ملاقات میدن. بعدش هم یه آخوند میاد و میگه توبه کن که حداقل اون دنیا جات خوب باشه و از این چیزهای دینی بهت میگن. این زندانی در مورد شیوه اجرای حکم میگوید کشیدن چهارپایه از زیر پای محکومان توسط سربازها و در ازای مرخصی انجام میشود. اتفاقی که مشابه آن را خبرگزاری ایسنا 10 دی 1398 در گزارشی با تیتر واقعیت‌های درباره اعدام به نقل از یک مقام قضایی شرح داده است. در گزارش ایسنا نیز تأکید شده بود که اعدام‌ها عموماً در روزهای چهارشنبه انجام می‌شوند و در مواردی بسیار نادر بعضی محکومان در روز یکشنبه اعدام شدند. اعدام نوید افکاری تنها موردی است که در روز شنبه اجرا شده است، بدون ملاقات آخر، بدون اطلاع وکیل و خانواده او. تا این لحظه مشخص نشده است که آیا خانواده فردی که مدعی شده اند نوید افکاری او را به قتل رسانده هنگام اجرای قصاص حضور داشته است یا نه. وظیفه افسر نگهبانه که بزنه، ولی قبلا افسر نگهبان می اومد توی قسمت سربازها ردیفشون می کرد و می گفت سربازی که بزنه زیر پای زندانی 1 هفته مرخصی داره. کل سربازها ردیف وای می سادن برای اینکه بزنن زیر پای زندانی، ولی توی سیستم وظیفه افسر نگهبانه که این کارو بکنه. منبع ایران اینترنشنال درباره مسئولان قضایی که هنگام اجرای حکم حضور دارند چنین توضیح می دهد. کسایی که اونجا حاضرن، یکی معاون دادستانه، آقای قاضی ناظر بر زندانه، رئیس زندان و یکی هم نماینده پزشک قانونیه. از چوبه دار که میاد پایین، آخرین کسی که میاد پزشک قانونیه. نبضشو چک میکنه، سوزن خلاصی رو هم میزنه توی گردنش، کیسه رو میبنده، پلمپ میکنه، خانواده هم که ملاقات آخرش تموم شده، جسد رو تحویل میگیرن. از قبل هم یه آمبولانس اجاره میکنن. معمولاً ساعت 9:30-10 صبح دیگه آمبولانس وارد میشه و جنازه رو تحویل خانواده میدن. و در مورد حضور خانواده هایی که خواستار قصاص میشوند توضیح میدهد. میاد اونجا اعدام رو میبینه. اگه بخواد فرصت بده 1 هفته، 14 روز، 1 ماه، 2 ماه فرصت میده. ولی اگه نده یا خود شارپایی رو از زیر پاش میزنه یا سرباز میاد میزنه. از محل نگهداری 2 برادر دیگر یعنی وحید و حبیب افکاری اطلاع دقیقی در دست نیست و مشخص نشده که آیا این 2 برادر از اعدام نوید مطلع شدند یا نه. یکی از مکانهایی که احتمال می‌رود حبیب و وحید افکاری را به آنجا منتقل کرده اند بند ارشاد است. منبع ما درباره بند ارشاد می‌گوید توی بند ارشاد کسایی رو می‌برن که معمولاً با هم بحث‌های سخت لفظی می‌کنن. مدتش معمولاً 7 روز، 10 روز، 15 روزه. کف اتاقش فقط موکت داره. توی 30 متر جا 20 نفر رو میذارن. شب قبل از خاموشی که ساعت 10:30
بهشون پتو میدن. نفری یه پتو. حالا وضعیت سرمای هوا هر جوری باشه فرقی نمیکنه. صبح هم قبل از آمارگیری ساعت 6:30 پتوها رو میگیرن. غذا رو هم توی ظرف پلاستیکی و با قاشق پلاستیکی بهشون میدن. این وضعیت ارشاده. آنچه شنیدید روایت یک زندانی حکمباز از نحوه اجرای حکم اعدام در زیرزمین زندان عادل‌آباد شیراز بود. زندانی حکمباز کسی است که تنها در ساعات روز در زندان محبوس است و شبها در ازای کاری که در زندان انجام می دهد به خانه می رود. یکی از این کارها پایین آوردن پیکر بیجان زندانیان اعدام شده از چوبه دار و کیسه کردن آنها برای انتقال به بیرون از زندان است. اقدامی که احتمال دارد در مورد کالبد نوید افکاری هم صورت گرفته باشد. هرچند مشخص نیست که او را چه ساعتی و چگونه اعدام کردند. آیا سلامت جسمی او در ساعات اعدام که طبق قانون باید به تایید پزشکی قانونی برسد محرز و مشخص شده بود؟ این سؤالی است که همچنان بی پاسخ مانده است. از همراهی شما با این برنامه دیدگاه ممنونیم.